دیگه خودتون میدونید که توی عید یکی از کارهایی که خیلی به آدم کیف میده تماشای فیلم و سریاله. چون که کل سال هم مشغول بدو درس خوندن و کار کردنیم، فرصت خیلی خوبیه که توی روزای عید بشینیم پای فیلم و سریال. اما از اون طرف اینقدر چیزای مختلف واسه دیدن هست که آدم گیج میشه سراغ کدوم بره و چیا رو ببینه. یا به خودت میان میبینی 13 روز عید گذشته و تو هنوز توی مرحله انتخاب کردن گیر کردی. ما کار رو واسه شما راحت کردیم و میخواییم توی این ویدیو 5 تا فیلم و 5 تا سریال توی ژانرهای مختلف معرفی کنیم که با خیال راحت بشینید و تماشاشون کنید. قبل از اینکه بریم بقیه ویدیو رو ببینیم، یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. در ضمن لطفاً کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه بشید. شماره 5، فصل دوم سریال تد لاسو. تد لاسو یه سریال خیلی جذابه که اومده ژانر ورزشی و کمدی رو با هم ترکیب کرد و هر قسمتش هم حدوداً فقط نیم ساعته. تازه جالبیش اینه که هر فصلش هم 10 قسمته و اگه این سبک رو دوست داشته باشین میتونید یکی دو روزه تمومش کنید. Oi mate, this is you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. داستان درباره یه مربی فوتبال به اسم تد لاسو توی یه کالج آمریکاییه که هدایت یه تیم لیگ برتری انگلیسی به نام AFC ریچموند رو به عهده میگیره. علارغم اینکه هیچ تجربه توی این سبک از فوتبال نداره، اما سعی میکنه توی موقعیت‌های مختلف با روابط عمومی و برقراری ارتباط صمیمانه با بازیکن‌ها و منتقدا یه جوری چالشاشو برطرف کنه. توی دل هر کدوم از این موقعیت‌ها هم چالش‌های بامزه و خنده‌داری رو تجربه میکنه. این سریال ورزشی رو از دست ندین. شماره 4، سریال آرکین. مطمئنم این یکی رو دیگه حدس میزدین که باید توی لیستمون باشه. گیمرها خیلی خوب این سریال رو میشناسن و به احتمال خیلی خیلی زیاد اونو تا الان دیدن. اما اگه گیمر هم نیستین و آشنایی با این سریال ندارید، اصلا نگران نباشین، چون بازم میتونید ببینید و ازش لذت ببرید مثل خود من. داستان این سریال توی دنیای ساختگی و تخیلی بازی لیگ آف لجندزه و بیشتر از هر چیزی حول محور دو تا خواهر به اسم وی و جینکس میچرخه. توی این سریال یه جنگ بزرگی سر تقابل اعتقادات و فناوری‌های مخفیانه پیش میاد که این دو تا خواهر توی جبهه مقابل همدیگه قرار میگیرن. نگم واسهتون که چقدر این سریال مورد استقبال قرار گرفت و اکثرا هم سبک کارگردانی، داستان، دنیاسازی، شخصیت‌ها و البته صدا پیشگی کاراکترها رو خیلی خیلی دوست داشتن. این سریال در عرض یک هفته تونست رکورد بزنه و بالاترین امتیاز رو بین مجموعه های نتفلیکس بگیره. شماره 3، سریال مید. توی این مورد یه مینی سریال 10 قسمتی رو داریم که خوراک کسایی که عاشق مجموعه های جدی با موضوعات خانوادگی و اجتماعی هستن. Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight. So you're homeless. I had a home and then we left it. ماجرا درباره یه مادر بخت برگشته به اسم الکس که یه روزی عزمش رو جزم میکنه تا از یه رابطه خیلی آسیبزا بیاد بیرون و جون خودش و بچهش رو برداره و فرار کنه. اما به جایی میرسه که میبینه واسه تامین نیازهای ضروری خودش و دخترش دچار مشکل شده. واسه همینم به ناچار شغل نظافت خونه های مختلف رو به عهده میگیره تا بتونه درآمدی داشته باشه و از پس مشکلات خودش بر بیاد. امیدوارم که از تماشای اون لذت ببرید. شماره 2، سریال یلو جکتس. ژاکت زردا یکی از اون مجموعه هایی بود که خیلی آروم و بی سر و صدا اومد جلو، بعدش حسابی ترکوند. یهو به خودمون اومدیم و دیدیم اسمش تقریبا توی خیلی از فهرست های مختلف بهترین سریال های جدید هست. I'll never forget the day I heard the plane had gone missing. What do you think really happened out there? All I know is that what happened was a tragedy. سریال ژاکت زردها داستان حماسی یه تیم از دخترای فوتبالیست و دبیرستانی فوق‌العاده با استعداد و ماهره که توی یه اتفاق وحشتناک وسط شرایط بسیار سختی گیر میکنن. اونا برای شرکت توی بازی‌های ملی راهی سیاتل شدن و وسط راه توی یه منطقه جنگلی سقوط میکنن. اینطور که گفته شده، داستان این سریال بر اساس اتفاقات واقعی نوشته شده. البته هرچند که تمام و کمال طبق داستان واقعی پیش نمیره.
توی ماجرای واقعی بازیکن‌ها تنها 2 ماه توی این شرایط گیر کرده بودند، در صورتی که شخصیت‌های داخل سریال 19 ماه با خطرهای مختلف روبرو میشن. و شماره 1، سریال میدنایت مس. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین و دلسرد شدین که چرا یه سریال ترسناک معرفی نکردیم، باید بگم این مورد مخصوص خودتونه. یه دونه خوبش رو واسهتون آوردیم، چون به جرئت میشه گفت که میدنایت مس یکی از بهترین سریالای ترسناک امساله. داستان درباره یه مرد جوونه که بعد 4 سال حبس به خاطر کشتن یه آدم توی تصادف به شهر کوچیک خودش برمیگرده و امیدواره که بتونه دوباره زندگیشو بسازه. اما ورود اون با ورود یک کشیش جوون مرموز و کاریزماتیک همزمان میشه. این کشیش سعی داره ایمان مردم این شهر رو دوباره احیا کنه. حضور پدر پال توی جزیره کروکت با یه سری رویدادهای غیر قابل توضیح و به ظاهر معجزه آسا مصادف میشه. سریال در عین حال که زیباست، آزاردهنده هم هست. این مورد از اون دست سریالایی که بعد از تموم شدنش حالا حالاها شما رو توی وحشت میذاره و کاری میکنه که تا مدت‌ها بهش فکر کنین. We tend to dislike mysteries. You feel uncomfortable not knowing. The more that we know, the less we bend. The more brittle we become. خب حالا بریم 5 تا فیلم هم بهتون معرفی کنم. شماره 5، فیلم Don't Look Up. همین اول اینو بهتون بگم تا یادم نرفته، دقیقاً زمانی که تیم فیلم بالا رو نگاه نکن توی مرحله ساخت و فیلمبرداری بودن، اتفاقای مشابهی با داستان این پروژه داشت توی دنیای واقعی میافتاد. انقدر تعداد این اتفاقا زیاد بود که بازیگرا و اعضای تیم به شوخی میگفتن که انگار دارن زمانو پیش بینی میکنن. زمانی رو تصور کنین که دنیا لحظه به لحظه داره به نابود شدن واقعیش نزدیک میشه، جوری که دیگه سیاره زمین قابل سکونت نیست. درسته وضعیت الانمون اصلا با چنین چیزی که گفتیم قابل مقایسه نیست، اما خب تا یه حدی میتونیم اون ترس و وحشت رو درک کنیم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، اما حدوداً 2-3 سال پیش میگفتن که یه جرم خیلی بزرگی داره به سمت زمین میاد که به احتمال خیلی زیادی هم با زمین برخورد میکنه. داستان این فیلم هم دقیقاً درباره همینه که یه سری متخصص هوا و فضا تشخیص میدن که جرم خیلی بزرگی تا 6 ماه بعد با زمین برخورد میکنه و همه جا رو از بین میبره. حالا اونا باید تمام قدرت و توان خودشون رو به کار بگیرن تا به بقیه بفهمونن که عمق فاجعه چقدره. اما مگه مردم میفهمن؟ Please breathe. Don't cut away. Let me say something. Well, you came to the right place because on this show we like to say things. Oh, would you please just stop being so fucking pleasant? شماره 4، فیلم بلفاست. مهم نیست که چقدر جلو رفتی و دور شدی. مسئله اینجاست که هیچ وقت نمیتونی فراموش کنی که از کجا اومدی. Susmaz gönlümün yarası. Çık gel Allah'ın belası. کلیت داستان فیلم بلفاست درباره یه پسر 9 ساله و خانوادهشه که اواخر دهه 60 توی بلفاست زندگی میکنن. دوره‌ای که آشوب خیلی زیادی رو به مردم این منطقه تحمیل میکنه. در حقیقت منظور همون جنگ‌های چریکیه که توی ایرلند شمالی اتفاق میفته و با اسم ترابلز شناخته میشه. جالبه بدونین که اتفاقات این فیلم بر اساس رویدادهای زندگی واقعی دوران کودکی خود کنت برانا ساخته شده. همون کسی که این فیلمو کارگردانی کرده. خود برانا هم توی یکی از مصاحبه‌هاش این اثر رو شخصی ترین فیلم عمرش معرفی کرده. همه چی اگه بذاریم کنار، فیلم بلفاست نامزد 273 تا جایزه شده که 7 تای اون مال مراسم آکادمی اسکاره. به نظرتون همین کافی نیست که این فیلم رو هم بذارید توی لیست تماشایی‌های عیدتون؟ شماره 3، فیلم انتلرز. جایی نرید که واسهتون یه فیلم ترسناک آوردم. جدیدترین اثر ترسناک کمپانی سرچلایت پیکچرز که داستان یه پسر بچه معمایی مرموز و عجیب غریب رو نشون میده. What is storytelling? Storytelling started with our indigenous people. Can anyone give me an example of a myth?
or a story they're afraid of. همه چیز توی شهر کوچیک اورگان اتفاق میفته که یه معلم مدرسه راهنمایی و برادر کلانترش درگیر یکی از دانش آموزا میشن و میخوان ببینن که اوضاع از چه قراره و این بچه چه مشکلی داره. اما به مرور رازهای تاریک این بچه باعث میشه که اونا با یه موجود قدیمی و افسانه‌ای روبرو بشن. حتما میتونید حدس بزنید قضیه چیه دیگه. این بچه خیلی مخفیانه از این موجود ماوراطبیعی مراقبت میکنه و اونو توی خونش نگه میداره. آخه کدوم بچه عاقل این کارو میکنه؟ منتقدان نسبتاً خوششون اومد و میانگین امتیازهای متوسطی بهش دادن. اکثرا سبک فیلمبرداری رو خیلی دوست داشتن، اما خب همونطور که انتظار میرفت از فیلمنامه انتقاد کردن و معتقد بودن که موضوعاتش خام و توسعه نیافته است. ولی خب با همه اینا حال میده توی دور هم جمع شین و این فیلم ترسناک رو ببینیم. شماره 2، فیلم کودا. دوست دارین توی ایام عید فیلم خیلی خیلی قشنگ با اعضای خانوادهتون ببینین؟ پس این مورد رو از دست ندین. کودا به بچه هایی میگن که والدین ناشنوا دارن و روبی شخصیت اصلی این فیلم هم یکی از همین بچه هاست. البته روبی نه تنها والدین ناشنوا داره، بلکه تنها عضو شنوا توی کل خانواده ناشنواش حساب میشه. خانواده روبی تجارت خانوادگی کوچیک توی زمینه ماهیگیری دارن و از همین راه هم کسب درآمد میکنن، اما متوجه میشن که کسب و کارشون توی معرض تهدید و معرض خطر قرار گرفته. واسه همینم روبی توی یه دوراهی خیلی سخت قرار میگیره. نمیدونه دنبال علاقه خیلی زیادش به موسیقی بره و توی کالج موسیقی برکلی مشغول به تحصیل بشه، یا به خاطر ترس از رها کردن والدینش همون جایی که هست بمونه. همونجوری که توی فیلم هم گفته میشه، هر خانواده‌ای زبون مخصوص به خودشو داره و امیلیا جونز یعنی بازیگر نقش روبی 9 ماه رو صرف یاد گرفتن زبان اشاره آمریکایی میکنه. از دیدنش پشیمون نمیشید. و شماره 1، فیلم لیکوریش پیتزا. خب نوبتی هم باشه، نوبت یه فیلم عاشقانه است. اونم فیلمی که جنبه جدیدی از توماس اندرسون رو به ما نشون میده. اندرسون معمولاً به پیچیدگی‌های خاصی که توی فیلماش به مخاطب نشون میده معروفه، اما لیکوریش پیتزا اون پیچیدگی‌های همیشگی رو نداره و در عوض میاد ماجرای عاشقانه یه زوج نوجوان رو به ما نشون میده. آلانا کین و گری ولنتاین شخصیت‌های اصلی این داستان هستن. آلانا 25 ساله و گری 15 ساله. گری ولنتاین نوجوان که یه بازیگره داره برای روز عکاسی دبیرستان خودش آماده میشه که با آلانای دستیار عکاس روبرو میشه. فیلم لیکوریش پیتزا داستان پخته شدن آلانا کین و گری ولنتاین رو توی دل اتفاقات سیاسی اجتماعی دهه 70 آمریکا روایت میکنه. این داستان توی سال 1973 و در دره سان فرناندو درست جایی که اندرسون هم زندگی میکرده اتفاق میفته که فضای رمانتیک خیلی 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 جذابی رو هم به مخاطب نشون میده. Listen, young lady, you don't bring this idiot to Shabbat dinner here. Listen, Dad, he's an atheist and an actor, and he's famous. But he's Jewish. He was gonna take me out of here, Essie. Don't you even look at me. Don't you even look at me. You're always looking at me. ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردین. نظر شما در مورد این لیست چیه؟ کدوماشون رو دیدین؟ و به نظر شما کدوم فیلم‌ها یا سریال‌ها هستن که میشه توی روزای عید دید و لذت برد؟ حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و یادتون نره که کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه بشید. در ضمن امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشید و نوروزتون مبارک.